در دوران تحصیلی آمدیم قم و ایشون در مدرسه حجتیه حجره‌ای داشتن و من در فیزیه حجره‌ای گرفته بودم و ایشون با عموزاده من در یک حجره هم‌حجره بودن و من به این مناسبت رفت آمد بیشتری داشتم و با روحیات و اخلاقیات این مرد بزرگ در دوران طلبگی که باید گفت دوره اول شروع در حقیقت تحصیل و تکامل انسانی هست آشنا و مرتبط برد آمد داشتیم. البته در حوزه قم این امتیاز هست بوده و هست که در کنار تحصیل طلبگی و علم دینی تهذیب نفس و تربیت و اخلاق هم همیشه بوده و ایشون هم در این رابطه جلسات مربوط رو شرکت می کردن که اتفاقا یک جلسه هفتگی بود که در همون مدرسه در قسمت ساختمان قدیمی اون تشکیل می شد و شرکت می کردن. بعد در این دوران در قم یادم هست که اولین قدمی کهشون برداشتن تأسیس یک دبیرستانی بود به نام دبیرستان دین و دانش که برای حمایت از فرزندان علما و روحانیون و به حقیقت یک کار اختصاصی برای کمک محصلین روحانی که از شرایط نامناسب آموزش و پرورش اون زمان کنار باشن و بتونن مزایای دینی رو داشته باشن.